احتمالاً نه چیز ببخشید احتمالاً شما هم جز اون دسته بچه های شیرین عقلی بودید که میرفتید بالای کوپه رخت خواب های داخل کمد و از اون بلندی بال میزدید که بتونید پرواز کنید، ولی زارت میافتدید و دوشک. اتفاقاً برادران رایت هم همین رویای پرواز رو داشتن که بعد تونستن هواپیما رو اختراع کنن. اصولاً برادران همیشه نقش مهمی در تاریخ ملت ها داشتن. برادران رایت، برادران لومیر، برادران کوئن، برادران قاچاقچی اختراع هواپیما رو هم نسبت میدن به سه برادر آمریکایی به نام های اورویل رایت، ویلبر رایت و کاپی رایت، که خب برادران بزرگتر به تنها چیزی که اهمیت نمیدادن همین کاپی رایت و اونو به هیچ جاشون حساب نکردن. پدر اونا میلتون رایت یه اسقف پروتستان بود که به جای وعظ و موعظه بیشتر مرد عمل بود و برای همین 9 تا بچه پسند داشت. میلتون رایت از این مذهبی باحالا بود، از اینا که هم لباس اسقفی میپوشن و هم موتور سوار میشن و فوتبال و بیلیارد بازی میکنن. یه جورایی حسن آقا پیریشون بود. فقط بنده خدا امکانات لایو گذاشتن با احلام و آناشید حسینی نداشت، وگرنه اسقف قابلی بود. برادران رایت که دیگه به سن بلوغ رسیده بودن و موهای زبرشون در اومده بود، رفتن جلوی دبیرستان دخترونه که یه سرگوش یاب بدن و یه دوتا تک چرخ بزنن. دیدن او چه خبره، همه پسرا با دوچرخه هاشون مشغول تک چرخ زدن هستن. هرچی به قیافه داغون همدیگه نگاه کردن دیدن نخه، هیچ رقمه شانسی ندارن و دوچرخه‌شون هم خورد به جدول کنار خیابون. این شد که جهت اثبات ز گهواره تا گور دانش به جوی، دبیرستان رو ول کردن و رفتن دنبال بیزینس. اکبرسرهای بیسواد دیپلوم هم نگرفتن، واسه همینم آخرش هیچی نشد. خلاصه در سال 1872 یه مغازه دوچرخه فروشی و دوچرخه سازی زدن که اون موقع بازار خیلی خوبی داشت. ویلبر فکر اقتصادی خوبی داشت و اورویل مکانیک ماهری بود، طوری که با یه نگاه به دوچرخه میفهمید که ECU و انژکتورش ایراد داره و خلاصه یه هفته باید بمونه تعمیرگاه. اما این مغازه دوچرخه فروشی یه پوششی بود برای اینکه پول در بیارن و به رویای بچگیشون که پرواز بود برسن. این بود که عزمشون رو تنگ کردن و رفتن دم مغازه گوگل فروشی و اطلاعات فنی مربوط به باد و پرواز و آیرودینامیک رو گرفتن. ولی هرچی می ساختن زرتی می افتاد پایین. هرچی دوروبر رو نگاه می کردن ببینن سربازی، تیرکمونی، خلبان بیحواسی که بندازن گردن اون، ولی چیزی پیدا نکرد. تا اینکه فهمیدن بابا کلن محاسبات و فرموله غلطه، کردن تو پاچهشون. خلاصه با فرمولای جدید و ساختن یه تونل باب بهتر از تونل تولید، آزمایش های موفقی انجام دادن و رسیدن به روز موعود 14 دسامبر 1903. و این دو برادر هرچی در و داف توی ساحل بود و جمع کردن و اون دخترای زمان دبیرستان و شوفرا و آژانا و آدم های محمد ارباب و سیاهای کوچه سرخ پوستا و خلاصه همه رو گفتن بیام تماشا. اورویل و ویلبر شیریاخت انداختن و ویلبر برنده شد. یه جوری سوار هواپیما شد که انگار هم خوشگله هم بوره، 1400 هم رئیس جمهوره. ولی پروازش 3 ثانیه هم طول نکشید و خورد زمین. 3 روز بعد و در 17 دسامبر پرواز بعدی رو انجام دادن و این دفعه 12 ثانیه طول کشید. صد رحمت به خروس. خروس بیشتر از اینا طول میکشه پروازش. خلاصه برادران رایت رفتن اداره ثبت اختراعات تا حق استفاده از این اختراع رو برای خودشون ثبت کنن. منتها چون مسئولش رفته بود صبحانه و سیستم قطع بود و بعدش هم نهار و نماز، دیگه رسید به آخر وقت و مسئول اختراعات هم همچی اعصاب درست حسابی نداشت و میخواست زودتر بره خونه.
این بود که به برادران رایت گفت این که ناقص برادران من، هواپیمای خالی خالی که نمیشه، کو خلبان مقصرش، کو نقص فنیش، این که اصلا شبیه هدف متخاصم نیست، یه جوری ساختینش که داره میره ولی انگار داره میاد. خب ما الان بخوایم اینو بزنیم جواب افکار عمومی رو چی بدیم؟ بگیم خطای انسانی بوده؟